عزیز، سلام به علی جان شو، خوش اومدید، امیدوارم خوب و خوش و خندان باشید هر جای دنیا که هستید. خب ما الان در مونتریال هستیم. اگه یادتون باشه برنامه قبلی با دی جی مهیار جان اینترویو داشتیم، درباره حرفش با ما صحبت کرد. امروز اومدیم تو استودیوی دی جی مهیار جان که یه خورده درباره ریمیکس کردن آهنگا و دستگاهایی که داره یه خورده صحبت کنه و من میخوام یه میکس علی جان درست کنم. بله، ریمیکس علی جان. در ضمن تیشرتم چطوره؟ خوبه ها؟ خوشتون اومد؟ بله میدونم. حالا صحبت میکنم با دی جی مهیار جان درباره این تیشرت. بریم ببینیم چه خبره. بریم. به دی جی مهیار جان چطوری؟ خوبی؟ خوب. چه خبر؟ من خبری زیاد دارم. این همه که خبرامه. ببین خب. از موقعی من با اینترویو کردم رفتم ایران، تیشرت خریدم اومدم. ای بابا چیز رو بیبه. ما چی؟ نه دیگه ببین، تو گفتی دو تا از این داری؟ یه دونه فقط بود. ای بابا یه دونه رو خریدم شدم. حالا ببین دقیقا همینه دیگه. ببین علی جان همینطوریه. علی جان یه چیزی خوشش بیاد همیشه تک باشه. دقیقا. خب دیجی مهیار جان اینجا بگو ببینم چه خبره. آقا این ست دیجی ماست. خب. من کاری که با کلا تو همه ایونت انجام میدم اینه. خب. حالا میخوایم با هم یه ذره تمرین کنیم، یه ذره اول اینفورمیشن بگیریم راجع بهش، یه ذره تمرین کنیم. خب. میتونی یه میکس بکنی واسه ما؟ من میخوام اینطوری کنم. اونجوری هم میتونی بکن. بکن. اینجاست؟ آره. آره؟ خب می‌بینی الان کارش چیه؟ اینا کن. همه می‌دونن که مثلا این کار خیلی خارق‌العاده می‌کنه. خب کل داستان اینه که ببین تو دو تا آهنگ می‌ذاری تو لپ‌تاپ، خب. سمت چپ سمت راست. این از طریق این ساوند کار این میاد میشه این دو تا. خب یعنی تو این یه آهنگته، اینم یه آهنگته. این جیغولک وای میدی جلو، آهنگو میدی جلو، وای میدی عقب. درسته. یعنی فاست فوروارد و ریوایندش. خب این چیکار میکنه؟ اونم آهنگ بعدیه دیگه. آه یعنی که بتونی جای آهنگا رو عوض کنی، اون چیزی که اون پوینت که میخوای و بذاری که پلی شه. خب آقا شروع کنیم یه آهنگ شروع کنیم. شروع کنیم. آره شروع. آره من این سوال رو توضیح بدم. آره این سوال داشتم. فرق هاوس با ترانس چیه؟ سبکشون دیگه. ترانس یه های بیت تره، مثلا 132 134 بیت در دقیقه داره. خب مثلا 128 127 تا 125. خب یه سبک دیگه، فکر مثلا تو می متوجه میشه خیلی شبیه به همن، ولی خب ترانس خیلی الکترونیکه. تو کدوم بیشتر دوست داری؟ من هاوس بیشتر دوست دارم. هاوس بیشتر. ترانس قبلا بیشتر دوست داشتم. خب الان پیر شدیم هاوس بیشتر. دیپ نرفتی هنوز؟ چرا دیپ؟ خب آروم تره. دیپش تو آروم تره. دیپ هاوس من خیلی بیشتر دوست دارم. هاوس دیپ هاوس من خیلی دوست دارم. خب بگو شما. یه توضیح خیلی ساده بهت بدم. باش. ما الان یه آهنگ میذاریم. خب. بزن اینکه نزدیکتر از خودم. من آهنگ رو گذاشتم روی این. درسته. پلی که بزنی پلی میشه. خب. میزنیم اول آهنگ. من از ذره صداشم زیاد کنم. نکنم میتونی از تو هدفون هم گوش بدی یا از تو اسپیکر. دو تا اسپیکر داری. خب. اینه از تو این هم اسمی نمه ببینم بعد تو بکن الان این دوتا چنلت خوب. اینو اینه درسته. این دوتا خب مثلا چهار تا داری، یکی مایکروفون میتونه باشه، یکی یه چیز دیگه، مثلا این دوتا رو داری. این وقتی بالا باشه، یعنی نزاقتش کنم، وقتی این بالا باشه خروجی که از میکروفون داره از اسپیکر رو داره میاد اینه. درسته. چنل دوته. اگه بخوام آهنگ بعدی پلی بشه اینو میاری بالا، این آوتپوتته دیگه. بعد اینو میتونی بیاری پایین. آره اینو میتونی بیاری پایین. کلا میکس کردنش اینه به همین راحتی. تو یه آهنگ داری اونور اینو میاری بالا، اینو میاری پایین، آهنگ عوض میشه. همین. حالا وایس. این کوچیک‌ترین قسمتشه. خب اینا هم همه تمام فیلتراشه، میتونی فیلتراتو تنظیم کنی. مثلا من اینو بیارم چنل 2، اینو بیارم چنل 3. مثلا بیت چیه؟ اینه. یک دو سه چهار بیت. آره چهار مثلا 6 و 8 اصلا کلا این معادله. آره اون مثلا چیز جدا هستن. یه دنیای خودشه. مثلا همین الان یه ذره آهنگ انگلیسی گذاشتم. خب 1 2 3 4 بعد این هست. آ چرا سرشون رو تکون میدن؟ اینجوری میکنن. بعدش آقا این فکر کن تو گوشته، خوب. تو داری آهنگ بعدی رو گوش میدی. خب این اینجوری میکنن. اف نیست، یعنی که یارو مثلا یه چیزی نزده اومده. داره بیت مزراب بهش میگن یا گام بهش میگن، یه همچین چیزی. واقعا مثلا تو پیانو هست این حواله اینجوری تکون آره میخوره. آره. نه چی بهش میگن؟ فهمیدم. یعنی که مثلا آره گیتاریستا پاشونو میکوبونن زمین، مثلا پاشونو اینجوری میذارن. تو داری مزراب گوش میدی، آهنگو داری گوش میدی، خب بیتشو داری، این یکی آهنگ هم گوش میدی. اگه بیتاش به هم نخوره اصلا خودت مثلا این بیت این نمیاد واسه. وقتی داره میاد یعنی که اون بیت با این بیت مچه. بعد اون موقع میتونی آره بعد اون موقع میفهم اون طرز فهمیدنش اینجوری، چون فقط گوش کافی نیست، باید یه حرکت فیزیکی هم باش باشه. اصلا باید بتونی درک کنی آره موضوع رو. میدونی شما خیلی فکر کنم یارو مثلا اینجوری جینکری بود اینجوری. بعدش عینک میزنه. عینک
خیلی اسپاتلایت رو به رو هستش. خب اوکی به همینا میگفتی نه دیگه درسته اسپاتلایت نمیزنه. خب اون اسپاتلایت چیز چون نور که میزنه تو هم مانیتورت نور داره بعد نمیتونی ببینی پایینا. درسته و اینا هم یعنی کلا چشت طول میکشه تا عوض کنه. بعد اسپاتلایت هست، سه تا اسپاتلایت داره میزنه تو چشت، این هم هست. بعد خب مردم هم هستن، مردم تو قسمت تاریکن. درسته اصلا نمیتونیم مثلا اینک میتونن که بتونم ارتباط برقی رو ببینم. من دو تا آهنگ واسه انتخاب کردم. خب یکیش ایرانی هاوس توریه. او ایرانی هاوس توری بسیار خوب. خب فقط یه ذره واسه با بیت هاش نشی بعد میریم سر. خب الان من این آهنگ گوشتم رو این درسته میزنیم ببین اینو میاریم بالا که کار کنه. گینش هم بذارم نکنه این دوتا گینشه و خوب. بذاری اصلا روی قسمتی که میخوای با هم مساوی باشه. درسته انا این داره پخش میشه، تو میتونی اینو انتخاب کنی رو هدفونت اینو خوب. این آهنگ بعدی هست نکنه. درسته این آهنگ بعدیه اون آهنگی که داره پخش میشه. خب تو الان اون آهنگو نمیدونم الان صدا چقدر خروجی هم زمین باشه. خب قسمتی که خواننده داره میخونه تو چه خواهد آهنگ بعدی بذاری؟ چون اصلا قرارتی میشه با وایس خواننده آهنگش تموم میشه، قسمت آهنگش رفت با آهنگ بعدی مچ کنه. بیتش الان چنده؟ خب نگاه کن بیتش اینجا لایو داره میزنه 122 سه. آه 122 سه. خب اوکی. اینم اگه پلی کنیم 124. خب این دوتا رو باید نزدیک کنی، یا اونو باید بیاری بالا یا اینو باید بیاری پایین. پایین بینگولک ها اینو این میتونی تنظیم میکنی؟ میتونی تنظیمش کنی. مثلا اینو من الان میزنم روی صفر، این روی صفره. یعنی این دوتا باید شکل هم باشه دیگه. آره. درسته یعنی شما هست. آره. این شما اینجا هم داری. مثلا اینجا 123 پولویس 123 این 124 اینو میاریش پایین میکنیش 123 اینو. خب الان خیلی نزدیک شدن به هم دیگه. آره. یه ذریعه میاری پایین تر سر 22 هم اوکی. خب میکنی اینو رد میکنی این دکمه کیو وقتی خوب. که تو یک محلی از آهنگ رو میخوای انتخاب کنی که اینو بزنی از اونجا بخونه. اوکی. چون پلی بزنی میره جلو، دوباره هی بعد برگردی نقب خوب. دوباره بزنی هی بره جلو. کیو رو میزنی میره جلو بعد دوباره کیو رو میزنی جامپ میکنه همون جای اول دوباره از اونجا میخونه. خب مثلا تو الان یه جای آهنگ بعدی رو میخوای انتخاب کنی برای خب میکس کردن بعد میره جلو اینجوری هم میتونیم اینجوری هم میشه گرده همین کنم هم بکنم بکنم نکن میاریش اینجا میاری اینجا نگرش میداری خوب. اینو میزنی خوب نکن بعد میرید داره میره جلو ولی میزنی جامپ میکنه از دوباره جامپ میکنه اولش چی چونه؟ خب این بعد تو گوشت باشه. اوکی خب الان نیست. خب این بعد تو گوشت باشه همین قیصات اینجوری رو انجام بدی. خب اگه اوکی بیده کردم خب برو بینی برو اینو برو بالا اونو بیار پایین. واو دفعه اولت بود خوب بود. دفعه اول میکس کردم. ببین دارم با بیت سلامو تکو میدم. میدونم اینو دستم ول کنه هم یا نه؟ اینا آره ول پتروز برام کار کرد دستم اونجا پاکست. وقتی اینو میزنی پلی رو بزنی دیگه میره و بیت رو پیدا کردم و آهنگ عوض و میتونم برگردم دوباره؟ آره الان دوباره برگردم. بعد الان کدوم رو برگردم؟ نه نگران چون بیتش مچه میتونی برگردی مثلا امتحان کن حتی میتونی همزمان با هم پخششون کنی. الان همزمان با هم پخششون کن. نه اینقدر سریع نه آنچن؟ نگاه چون الان سرعتت مساوی نیست دقیقا مساوی نیست الان مثلا که یه دقیقه گذشته اون یه ذره افتاده جلوتر ولی اولش خوب رفته. اولش خوب رفته. آره یه خب بر نمیگردی دیگه وقتی آره. مثلا چیز میکنی چه خوب. حالا تو یه میکس پروفشنال برامون انجام بده. نه دیگه ولی تو انجام بدی دیگه. الان میخوام دوباره منم کمکت میکنم بعد انجام بدیم. حالا من دو تا آهنگ ایرانی وسط بزنم. آره من خیلی دوست دارم ببینم شمایزا داره بذاری. شمایزا داره کوچیکی یه جا پیدا کن دیگه ناکن. حالا هر چی خودت داشتی بذارش کن. یه دو تا میخوام آسون بذارم که بیشش هم پایین نباشه. که آهنگات اینه. اوه سخت شد.
بیتای زمین تو آسمون فرق می‌کنه. آره دیگه. اینجا بیشتر نه کنی راحته. این سال 16ه. خب. این سال 26ه. خب خیلی فرق می‌کنه. 10 تا فرق می‌کنه. اینو چه جوری باید ببینیم؟ اونو باید بیاری پایین و بیاری بالا دیگه. یه چیزون وسطا چیز کنی. اوه. خب. بیار همه رو روی 120. اونو بیار رو 120. اینو بیارم 120. آها. اینجا نه. آها. میرم داری میری بالا. آه چرا داری میری بالا؟ بیا پایین. آه باشه باشه میرم باشه. خب 120 120 باشه باشه 120 119 ممیز 8 اوکی. خب خوبه الان نباید دقیقا 120 خوبه؟ آره اوه 120 ممیز 3 بیه. خب حالا یه اینو پازش میکنیم. حالا اینم بیار 120. من نمیتونم سرمو با این تکون بدم. بیارش بالا عدو بیست. صد و بیست دقیق. خب نکن چون این خواننده میخونه روی حرفش نمیتونی خب کامل میکس کنی. من اینو میذارم اول اول باشه. خب نکن تا از این دین از این بیتش باید تو کیو بگیری. خب نکن. آره، متوجه شدم. خب؟ خب دستت رو اون باشه. خب این آهنگ قطع درسته. خب الان تو هیدفون باید بشنم. آره، تو هیدفون میشنم. خب الان این آهنگ ودیو من میذارم. خب میذارم بره جلو. خب نکنم الان 30-40 ثانیه بیشتر فرصت نداره که اینو میکس کنی. خب باشه. وقتی بیتشو مچ کردی اونو ولش کن. اون دوباره بزن. خب. دوباره از اولش میشه. خب بعد تون تون بزنی بیتش مچه. باشه. وقتی بیتو مچ کردی سبز رو بزنی دیگه میخونه. باشه. بعد عوض بعد بکن. آره. اوکی. خب. برو ببین. هی تون تون بزن ببین که مچ. دوباره بزنش کیو رو بزن. خوبه؟ من نمیدونم من که نمیشتم. وایسا. وقت داری اوکی. هی تون تون باید بزنی قشنگ بیاد رو. حالا هم سبزه رو بزن که دیگه نمیخواد بیاد. نه 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 اونو میگه آه خودی شد. خب دوباره برم یه سخته. میخوای من واسط نشون برم چه جوریه دستا؟ آره یه بار من نشون بده. آکا من بخواد اینکه میکروفونم چیز نشه من دستم میگیرم. باشم آکا اینو من میذارم روی این. خب اوکی یعنی هر وقت بزن. خب این کلت بعد بیار تکو میخوری. خب خب نمیدیم اقل. خب نکنم این داره پس میشه من آگم. خب روی اینا افکت میدی. من افکت نه هیچی ندارم. خیلی خب. افکت های مختلف میده که مثلا این تفاوت دو تا آهنگ رو دیگه نشنوی. میری پایین میره بالا یه سن انگولک میکنی. خب مثلا آقا خیلی راحت میتونی افکت اینجوری بدی. مثلا این روی شاید جالب و تایمینگ خیلی مهمه اینجا. تایمینگ خیلی مثلا کلن تایمینگ کلن تایمینگ مثلا کلن دیجی تایمینگ. واو چقدر جالب. خب اولین میکس عجیب غریب به خودم هم انجام دادم. خارجی بود. خارجی میشم میکنم. خارجی میشم. گفتم راحت تره. اون راحت بود. راست گفتی. من فهمیدم چرا خارجی میکسش راحت تره. خب دیجی من خیلی واقعا اصلا نمیدونم چجوری ازت باید تشکر کنم. تیشرت هم بدم؟ نه نه اوکی. همون خودت یه دونه اینم یه دونه. همون یه دونه. تو هم یه دونه. تشکرت. خیلی متشکرم دیجی من. مرسی واقعا امیدوارم که بینندگان جان عزیز لذت برده باشن. و بدونن که واقعا هر حرفه چقدر توش کارهای مختلفی باید انجام بشه که بالاخره درست به مردم ارائه بشه. مرسی. از تلویزیون شما خیلی ممنونم که امروز اومدن. خواهش می‌کنم. ما گرفتیم خودمون به اون خوش گذشت. علی جانم خیلی بهش خوش گذشت. علی جان اینجا، علی جان اونجا، علی جان همجا. بینندگان جان عزیز همه جا که هستید، هر جا که هستید خوشحال باشید، لبخند فراموش نشه، با ما باشید تا برنامه‌های دیگه. بدرود.